نمازخانه یک بیمارستان در شهر گوتنبرگ سوئد مورد حمله قرار گرفت و سبب برانگیخته شدن احساسات مسلمانان شد. به گزارش شیه ویوز در بیانیه انجمن مسجد گوتنبرگ آمده است این حمله در نمازخانه بیمارستان مولندال به وقوع پیوست و مهاجمین ناشناس در اقدامی اهانت یک نسخه قرآن مجید را پاره کرده و مشروبات الکلی بر روی فرش‌های مسجد ریختند. در این بیانیه همچنین ضمن بیان اینکه این, این نمازخانه به مسلمانان اجازه میداد که هنگام درمان بیماری هایشان در بیمارستان حمایت روحی و روانی از طریق عبادت به دست آورند آمده است مسلمانان پس از وقوع حمله در دورنج در شدید را متحمل شده و احساس می کنند به آنها اهانتی نابخشودنی شده است این بیانیه ادامه داد این حقیقت که مهاجمین به اتاق صدمه وارد کردند که در آن بیماران از طریق عبادت حمایت روانی دریافت کنند نشان می‌دهد که مهاجمان تا چه اندازه از مسلمانان نفرت دارند پلیس اعلام کرده که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده و تصاویر دوربین‌های مداربسته را مورد ارزیابی قرار می‌دهد گفتنی است کشور سوئد یکی از کشورهای مهاجرنشین اروپا محسوب می‌شود و تقریبا 15 درصد جمعیت آن در خارج از کشور به دنیا آمدند و مسلمانان سهم عمده‌ای در جمعیت سوئد دارند.